سلام، خوش اومدید به این قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف. توی این ویدیو راستی اینجوری قرار شد نکنیم، شایعه گفت اینجوری نکنیم دیگه. هر پیج رپی یا جوا میکنی یارو ویدیو شروع میشید این سیس همه اسلحه به دست. توی این ویدیو قراره با هم دیگه ترک پودر رو گوش کنیم از چرسی که در ادامه روند ترک های موچول کننده که هفته پیش اومد، یعنی نباید، برف، انگار، پنج صبح که همشون ترک های موچول کننده بودن و مثل اینکه این هم یک ترک موچول کننده است. بعد از اینم قراره آرتا گوش کنیم که اونم باز یک ترفه ترک احساسی اونجوری چیزاست که خلاصه از کانال یوتیوب چرسی گوش می‌دیم. کارو که لینکش توی دیسکریپشن هست، بجز اون اینکه صفحه من توی فضای مجازی به علاوه ست پلی‌لیست توی یوتیوب، اسپاتیفای و سانترو توی دیسکریپشن هست. اگه دوست داشتید میتونید به اونجا سر بزنید. به علاوه لینک اجزای ست مثل میکروفون، دوربین، لنز، نور، تابلو، لوگو. ویدیو یه نکته مخفی داره که اولین کسی که توی کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی رو بنویسه کامنتش پین میشه و اگر فورگنگ ها رو با چی تو کامنت مثلا اینم که دامون خمرن و فلان آب آجی آب ریختم تو شیشه دلستر، اگر فورگنگا رو با چی تو کامنت بریم واسه شنیدن ترک پودر از چرسی بریم. حاجی من یه چیزی دیدم، من نمیدونم سخت شده زندگی. یکی ناراحت شده بود، حالا اون یکی مثالیه از اون قشر ها، یعنی از اون قشر خاصی هم نیستن، از اون یه سری آدم اینجوری هم دیگه. تو ریاکشن ویدیو یه دلو وقتی من مثلا داشتم شوخی میکردم میگفتم دالو، مثلا دریاش گفتش که تو به اسم آرتیست توهین داری میکنی فلان. حاجی تو اگر این توهینه من الان کانال رو باید دیاکتیو میکردم بعد از اینکه بهم گفتن فرشاد جهت بقا. این چی میگم تو؟ حتی این که من بگم نه حتی رو ول کن، ایناش دیگه واضحه شوخیه دیگه. من نباید بعد از هر شوخی یه تکست بیارم بالای صفحه بنویسم هشتگ شوخی، که دیگه مشخصه دارم شوخی میکنم. شوخی توهین‌آمیزی هم نیست واقعا. حالا دلیل رو مثال نمیزنم، مثلا اگر یکی اسمش علی باشه من برگردم بگم علی کونی مثلا، این توهینه. این که دلیل رو بگم دالو همینجوری آخه بامزه است، وزنش بامزه است به نظر من، به نظر تو شاید بیمزه است. خب این توهین نیست. من بعد از هر شوخی نباید بگم دوستان این شوخی است، لطفا به خود نگیرید و ناراحت نشوید. حتی وقتی من میگم آقا قافیت خیلی چره، ولی با خنده این حرفو میزنم، نمیگم مستر مثلا اینجوری نمیشینم بگم که قافیت هم بسیار ضعیف است، خب اینم توهین نیست، قافیتش ضعیفه. مثل اینکه تو من بگی آقا نور ویدیو بده، خب بده دیگه، توهین به من نیست که نور ویدیو من. حاجی این پیران آستین کوتاه کی به چرسی میاد؟ اگر صدای منو میشنوی چرسی جان اینو به هر جا واسات مهم بود، خیلی مهم بود پوششت، اینو بپوش، خیلی خفن. چرسی خیلی خوش تیپه، قبول دارید خدایی خیلی خوش استایله. پودر اوت ناو لینک این بایو. الان میگن ریاکت جهت داره، ریاکت جهت دار، یعنی تو جهت دار میخندیدی به این تیکه موزیک. خدای بزرگ هیچ اطلاعاتی چرا نداری؟ من یک ساعت دارم دنبال اطلاعات میگردم و لاولا حرف میزنم که وقت پرشه، هیچ اطلاعاتی نداریم بچه. فقط اینکه پرنتال ادوایزری داریم، هر کسی نبینه، زیر 18 نبینید و برو بریم. پودر هم که دیگه معلومه دیگه، پودر میتونه پودر کوکائین باشه، میتونه کتامین باشه، میتونه ریتالین باشه. فیک بخرید از کاسب غریبه بگیرید ریتالین میده بهت. آمفت هم قاطیش میکنه. میدونم پسر بعدی اما نباید میذاشی تو سر به سر من باز. مامان تر و سر توزاش تو ترک قبلیش بچه ها اگر نشیدید ریاکشنشو من اینجا میذارم. خلاصه اینکه روی کرد ترک قبلیش این تیشرته نباید دیده میشد. روی کرد ترک قبلی این بود که مامان مثلا درست خیلی مثلا یاغیم و اینا، ولی تو جون بخوا از گنگستر بازیاش میگفت، ولی نوکر مامان بود. من چی میگم مثل تمید صفت دید چقدر چاکر مامانش، ولی آدم کشته به خاطر مامانش. نه اونجوری بود روی کرد، گفتم شاید ربطی داشته باشه. میدونم پسر بعدی اما نباید میذاشی تو سر به سر من باز. میدونم چه گندی زدم انا، الانم افتادی رخ توی بغلم باز. چی شده؟ کشتی کسیو؟ الانم افتادی رخ توی بغلم باز. دلم واسه تو تنگه، اشکاتم خیسن و رو صورتته. این چیه اون رواجی؟ یه لایه اون پشت اومد دن 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 دن. عشقاتم خیستن و رو صورتته. خب چرا نمی نویسی آهنگساز کیه؟ برا من خیلی مهمه. پودرم و حدق حلقه نمیشه بشتم هم صدا تو هرگز. او روی تن پودر
جانم میره توی نور تو خونه سوزون. بعد نیستی شک بزرگی وجودم فرا گرفت. اولش گفت مامان، خب با میدونم پسر بدیم مامان شروع کرد، بقیه بیتاش انگار مخاطبش مثلا معشوقه ای، دوست دختری، کسی معشوقه، مشخصا پارتنر احساسی. میده بوی خونه، میده بوی خون. یادت تا یادم نمیره، میبینم توی زندگی دیگه، شاید نبوده قسمت اون که الان وضع بینمونم اینه. جسد کف اتاق، سیگارم روشن بغل اجاق، شب آخر رو نبودم و صبر کوکن روی تن تو لاینو. من روی تن تو لاین دیگه معلومه راجبی دوست خواهی. آره بیت اول مثلا اینجوری بود که مامان پسر بعدی هم شاید داره مامانش میگه که ببین چیکار کردم، زدم زیدم رو کشتم. آجی شد بیولوژیست چرسی زیداشون رو میکشن. آجی زید برای کشتن نیست، زید برای کارهای دیگه است. میخوره خاطره ها تو جی گرلفرند، ببخشید الان میگم زید، میگن توهین کردی به مثلا مقدس دوست رو نبودم و سوبر کوکن روی تن تو لاینو. میخوره خاطره ها تو چشم، نبودم میگفتی با تو کیم، چی شد رسیدیم اینجا که خیانت تو میدیدم خودم با دوتا چشم. بوی تنت میاد تو اتاقم، مواد گرفته رو صورت. ایش خیانت کرده، بکشش. نه بچه حتی در صورت خیانت هم شما حق ندارید کسی رو بکشید، با توجه به این اتفاقات اخیر که تو اهواز افتاد و فلان. میدیدم خودم با دوتا چشم، بوی تنت میاد تو اتاقم، مواد گرفته رو صورت تو. اما اولینات بوده با من، نمیشنید ولی بودم عاشق تو. یادگاری اولینات بوده با من، چاقی من خودم راه انداختمت. بچه موزه در مقابل خیانتم بهتون، از طرف خودم نه از طرف چیزهایی که خوندم و اینا، ته ویدیو میگم این خیانت دیدید چیکار کنید. ولی نه بوده با من، نمیشنید ولی بودم عاشق تو. یادگاریت میمونه تو دستم، با تلویزیون میمونه تو بگم. یادم میاد دیت اولمونو، اما تصویر جلو میزنه تو پر، الان خیلی شده روی دور ازم. یادم میاد دیت اولمونو، اما تصویر جلو میزنه تو پرم، این که مثلا مردی و اینا نمیذاره فکر کنم به لحظات خوبی که داشت. اونو اما تصویر جلو میزنه تو پر، الان خیلی شده روی دور ازم. لب سرد تو میبوسم و ورسامو در گوشه تو میخونم، بشنوی منو ولی از جا دور. توی 6 ساعت شدم یه فیریکی. دم گوش جسدش یعنی میخونی؟ نه دیگه، دم گوش خودش، ولی خب منظورش اینه که خیلی از من دور شدی. تو میخونم بشنوی منو ولی از جا دور. توی 6 ساعت شدم یه فیریکی، نبودی حکمم لازم است هم. شاید اگه میذاشتی بمونم رو دوزم، الان بودی کنار من فقط. الان میکنه خشابم اذیت منو، گلاکم آماده یه مرحله بعد. شقیقم میده به مثل نجات، شاید اونجا ببینم تو بغلتم. عزت خودش آجی، خودشم زد یه مرحله از سروش پیشرفت، تتر بود بحرانش، بحرانی تر بود وضعیتش. سروش خودشو نزد، چرسی خودشم زد. بله بش حقیقم میده به مثل نجات، شاید اونجا ببینم تو بغلتم. شاید اونجا ببینم تو بغلتم، بغلتم، بغلتم. او روی تنت پود میره توی لون تو خونه صبح زود، میده بوی خونه، میده بوی خون، میده بوی خونه، میده بوی خون. بک وکال کسی خواست و چه دیم اویه، میده بوی خونه. توهین توهین به لیریک. خب بچه این بود ترک پودر از چرسی، که ترک نه اصلا موچول کننده نبود، یک ترک خدایا نمیدونم در وصف بحران ها بود، خب نمیدونم ساب ژانرش چی میشه. ایم نبود، نه یه ترک دارک چیز بود، دارک رگه های یه چوسه گنگستا مثلا، و که در یک قالب فرمیه یک خورده پیچیده تر از صرفا یک موزیک رپ ارائه داده شده بود.
حالا ایرایی که بسته‌بندی موزیک رپ معمولی نبود. منظورم از بسته‌بندی اون حالت اجرایی بود، یه پرفورمنس و اجراش. این ترک ترکی نیست که بره توی پلیلیست من، خب به خاطر حالا شرایط روحی من که میبینید من موزیک ناراحت کنندم گوش میدم، سعی میکنم که بازی کنم، بخندم و اینجور چیزا. خب کلا روحیم طول روز همینه و با توجه به این موضوع، یعنی علارغم اینکه شاید تو پلیلیست من نره، اما به نظر من ترک ترتمیزتری بود از بقیه ترک‌های چارلزی، چه از نظر لیریکس. من روند پیشروی شعرش رو دوست داشتم، بیتی که مثلا نیازی به گفتنش نبوده اون وسط کم حس کردم. حالا با یه بار گوش دادن نمیشه مطلق راجع به بیت اون چیزا نظر داد، ولی روند پیشروی لیریکس رو مثلا از 7 ترک قبلی چارلزی حداقل بیشتر دوست داشتم. بیشتر چیزی که دوست داشتم واقعا پروداکشن قضیه بود. ببین یه سری لاین همون صدایی که گفتم، یه سری از اون صداها توی لایه‌های پایینی بیت بعضن اضافه می‌شد، یه استراکچر نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی داشت که بعضی وقتا بک وکال‌های ملودیک که از حالات بک وکال میومد به تبدیل میشد به مین لید وکال و جای لید وکال رو میگرفت، بعد از اون ور ما پرفورم اجرای رپ، یعنی اجرای غیر ملودیک و کامل داشتیم. میدونی یه تلفیقی از توانایی‌های مختلف چارلزی بود که همراه شده بود با یه سری ایده باحال توی میکس ماسترش، توی پروداکشن و میکس ماسترش. به نظرم کیفیت از لحاظ پروداکشن موزیک خیلی بالا بود و این باعث میشه که من میگم با اینکه این آهنگ‌ها معمولا توی پلی‌لیست من نمیرم، من دوباره نمیرم سراغشون، ولی تجربه اولی مار شنیدن من از این موزیک خوب بود. تجربه مثلا 7.5 بود. همین، شما نظرتون رو بنویس. یه چیزی میخواد آهان راجب خیانت میخواستم بگم. بچا بهترین موزه راجب چی میگن در مواقعی که خیانت میبینید؟ سلف کنترل. اولا یعنی اینکه مثلا داد بزنی مثلا فلان برو گم شو فلان، اینا نه. سلف کنترل، شما یک انسان هستید با آپشن ها. نمیخوام بگم آپشن چون که خیلی بازاری میکنه قضیه رو. شما یک انسان هستید در صورت با انتخاب های مختلف، با راه های مختلف در زندگی. رویکرد باید این باشه دیگه، شاید تو واقعیت واقعا انقدر راه نداشته باشید، ولی دارید. اون لحظه فکر میکنید که این تنها راه من بود برای رسیدن به حالا خوشبختی و این چیزا و این چه میدونم با خیانت به هم این راه بسته شد و دیگه راهی واسه من. اون لحظه آدم به این چیزا فکر میکنه دیگه، ولی نه، اینجوری نیست. سلف کنترل کلی راه هست و چون با خیانت از چارچوب هاتون و از خط قرمز های شما عبور شده، شما اون انسان رو کنار میذارید، قرص بکشید کسی رو. من میدونم این آهنگ بوده، کلا گفتم که ایستی بگم که راجع به این موضوع صحبت کنیم. اون انسان کنار گذاشته میشه و دیگه هیچ فرصتی بهش داده نمیشه. حواستون به این موضوع باشه، چون اگر فرصتی بهش داده شه، یعنی اینکه شما خط قرمزاتون قابل جابجایی دیگه. ها اوکی، همین بچا شما نظرتون رو بنویسید راجع به موزیک. عدد تبدیل تجربه اولین بار شنیدنتون رو بنویسید توی کامنت. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک یادتون نره، دوستان شید دیسلایک فورگینگ توی کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو اگه دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره. یه دونه زنگول بغل سابسکرایب هست که اگر خواستید از آپلود ویدئوی بعدی مطلع شید میتونید زنگول رو فشار بدید و ان شاء الله موقع آپلود این ویدئو دیگه ده کارو شده باشیم، ولی در شرفشیم دیگه. دمتون گرم و همین، تا ویدئوی بعدی فور جم.